با عرض سلام و احترام، سهیل هستم با سری آموزش های کاملا رایگان شبکه ویدوزک سر خدمتونم. امروز 19 نوامبر سال 2018 میلادی برابر با 28 آبان ماه سال 1397 سومین جلسه از آموزش رمزنگاری رو در خدمت شما هستم و امروز قصد دارم روش پنهان کردن هر نوع فایلی رو درون یک عکس به شما آموزش بدم. شما ممکنه فایل تکست، داکیومنت، پی دی اف، فایل های اکزیب، بات یا فایل های موسیقی، امپیتری، ویو یا حتی فایل های ویدیویی رو امپیتور، امکیوی، AVI هر فایلی رو که احساس میکنید بخواید داخل یک عکس پنهانش کنید، حالا به هر دلیلی که اکثرا دلایل ممکنه امنیتی باشه، نخواید فایلتون رو کسی دسترسی بهش داشته باشه، یا اگر عکس مورد نظر دید احساس کنه این فقط یک عکسه، هیچ فایلی درونش قرار نداره. اگر بخواید چنین کاری رو انجام بدید، به عبارتی بخواید یک فایلی رو درون یک عکس پنهان کنید، روشش رو امروز من خدمتتون توضیح میدم. برای این کار شما نیاز به هیچ نرم افزاری ندارید، فقط کامند پرامپت ویندوز اینجا به کارمون میاد. من برای این کار یک عکسی رو آماده کردم، این عکس رو نامش رو تغییر دادم، مثلا ABC پسوندش JPG، شما میتونید پسوند PNG داشته باشه، هر پسوند دیگه ای میتونه داشته باشه، پسوند عکس. اوکی، میخوام فایل ویدیو این رو که amusic.mp4 هستش رو پشت این عکس پنهان کنم. خب اول عکس رو باز میکنم، مطمئن بشم این عکسه. بله این یک عکسه، درسته. سایز عکس رو نگاه کنید، من کلیک راست میکنم، پراپرتیز میگیرم، سایز عکس 317 کیلوبایته، درسته. این هم یک فایل ویدیویی هستش، حالا بازش میکنم ببینم واقعا فایل ویدیویی هست. اوکی، این هم یک فایل ویدیویی هستش و سایزش هم 30.8 مگ، تقریبا 31 مگ. چطور این فایل رو پشت این عکس پنهان کنم؟ در ویندوز 10 or 7 شما اینجا تایپ کنید تو این قسمت CMD. CMD یعنی همون command prompt. command prompt براتون میاد، کلیک. به طور پیش فرض وقتی CMD رو تایپ میکنید میاد داخل درایو C، users and programmer برای من نام کاربریم هستش، ولی C users یعنی داخل درایو C توی پوشه یوزر، برای شما دقیقا ابتداش باید همین باشه، ولی نام کاربریتون ممکنه هر چیزی باشه، اسم خودتون باشه، ممکنه اسمتون علی باشه، شهرام باشه، آنی باشه، افسانه باشه، هر چیزی، ادمین، اینجا دیگه هر چیزی ممکنه برای شما باشه، برای من پروگرامر هستش. خب قبل از اینکه بریم داخل کامند پرامپت، من اینجا داخل صفحه دسکتاپ بخوام کارم انجام بدم، شما میتونید تو هر کدوم از درایوهای داخل هاردتون این کار انجام بدید، بگید بیارم داخل دی انجام بدم یا هر درایو دیگه. من برای راحتی کار میام داخل خود صفحه دسکتاپ یک دونه پوشه ایجاد میکنم، نام پوشه رو میذارم مای فایل، عکس و موزیک رو انتقال میدم اینجا، این دوتا رو میگیرم ترک میکنم میارم داخل مای فایل. خب پس الان داخل مای فایل رو اگر باز کنم، هم عکسم هست و هم فایلی که قرار رو پوشه عکس پنهان کنم. ابتدا به ساکن، من در خط فرمان باید به مسیر این فایل برسم، به مسیر این پوشه برسم، یعنی دسترسی پیدا کنم به این پوشه. چطور؟ کلیک راست میکنم روش، پراپرتیز میگیرم، میخوام مسیر مای فایل رو ببینم کجاست، پس کلیک راست میکنم، پراپرتیز میگیرم، نگاه کنید مسیرش کاملا مشخصه، میگه C داخل پوشه یوزر، داخل پوشه پروگرامر و دسکتاپ. بله این واقعا تو دسکتاپ هستم. من الان داخل سی یوزر و پروگرامر هستم، فقط باید برم داخل دسکتاپ. چطور میرم داخل دسکتاپ؟ اول مطمئن بشیم که داخل پروگرامر دسکتاپی وجود داره، پس میگم فهرست برای من بگیر، با دستور DIR تمام فایل ها و فولدر های پروگرامر براتون نمایش داده میشه، DIR انتر، نگاه کنید دسکتاپ اینجا وجود داره. خب پس میگم برو داخل دسکتاپ. برو داخل دسکتاپ چطور؟ میگم change directory با CD، change directory به کجا؟ desktop. پس الان رفتم داخل desktop، الان من تو این محیطم.
اگر دی آی آر بگیرم باید دو تا فایل به من نشون بده. این فایل سیستمی رو اغلب نشون نمیده، دو تا فایل به من نشون بده. پس یه بار دیگه بگم فهرست بگیر از شیف از دسکتاپ ببینم داخلش چه فایل ها و فولدر هایی وجود داره. وقتی دی آی آر رو میزنم نگاه کنید میگه یه مای فایل وجود داره، اوکی، و یک دبلیتری دیجیتال لایسنس، اوکی. خب میخوام برم داخل مای فایل، باید برسم به این پوشه. چطور؟ دوباره میگم چینج دایرکتوری مای فایل. الان رفتم داخل مای فایل. زمانی که رسیدید به مای فایل الان به این صورت عمل کنید، بگید فهرست بگیر اسپیس اسلش دبلیو یعنی وایت لیست اسلش ای اتریبیوت. یعنی چی؟ یعنی الان که میخوای برای من فهرست فایل ها و فولدر های درون مای فایل رو بگیری به صورت وایت لیست بگیر، یعنی با جزئیات، یعنی نام کامل علاوه پسوندش، و A یعنی که اتریبیوت اون فایل ها رو به من بده، بگو چه خصوصیتی دارن، آیا ردونلی هستن، آیا ایندکس هستن، هر خصوصیتی هم دارن به من نشون بده. خب اینتر میکنم، میگه بله. شما یه ABC دارید، یه فایل عکس با پسوند JPG دارید که نامش ABC هستش، و یک فایل MP4 دارید، ویدیویی دارید با نام A Music. اوکی، پس وقتی من این دسته رو تایپ کردم بعد از این میام میرم داخل همین پوشه که اینجا بازه، اصخایی میکنم، میگم فایل ویدیویی من رو روش کلیک راست میکنم، چون همین فایل من میخوام پشت این عکس پنهان کنم، روش کلیک راست میکنم، میگم send to compress، به صورت فایل زیپ برای من در بیار. پس تو قدم اول میگم روی فایل ویدیویی کلیک راست، send to compress، کلیک میکنم، ساب کنیم. اوکی، به این صورت برای من آورد. چرا؟ چون من نرم افزار وینرار رو روی سیستمم نصب دارم، به همین دلیل فایل زیپ رو با حالت نرم افزار وینرار داره به من نشون بده. نگاه کنید این پسندش رار نیست، زیپه، باید زیپ باشه. اوکی، من الان میگم بخوای نامش رو تغییر بدی، میگم نه همین نام خود همین فایل باشه، کلیک میکنم. دوباره میام اینجا میگم دستور رو تایپ میکنم dir space slash w slash a یعنی void list and attribute. به من میگه این دفعه شما سه تا فایل داری، یه دونه همون فایل عکس، یه دونه فایل موزیک و یه دونه فایل موزیکی که به صورت زیپ شده است. میگم درسته. الان دقت کنید، من نگاه کنید رو فایل عکس وقتی کلیک میکنم، پس سایزش 317 کیلوبایت اولا بهتون نشون دادم. الان من میخوام فایل ویدیو این رو که زیپ کردم پشت این عکس پنهان کنم، فایل رو میخوام پشت عکس پنهانش کنم، چیکار میکنم؟ میگم دقت کنید، میگم کپی کن. وقتی میزنم /b یعنی عملیات کپی فایلی که میخواید انجام بدی به صورت باینری برای من کپی کن، بی باینری. اوکی، داخل چی کپی کنم؟ میگم داخل عکس. عکس اسمش چیه؟ مشخصه، به صورت کامل باید بنویسید abc.jpg. اوکی، اسپیس پلاس اسپیس، چی رو باید کپی کنی داخل عکس؟ فایل زیپ شده یه اون فایلی که مد نظرتونه، یعنی a music.zip a music.zip. پس میگم کپی کن به صورت باینری فایل موزیک رو که به صورت زیپ شده است داخل فایل عکس. اینتر. میگه یه فایل کپی شد. کدوم فایل؟ فایل a music.zip داخل فایل عکس کپی شد. میخوای مطمئن بشین؟ مشکلی نداره. میام روی عکس کلیک میکنم، میبینم 31 مگه، دفعه قبل همش 317 کیلوبایت بود. پس مطمئن میشم این فایل که خودش 30.7 مگه با اون 317 کیلوبایت جمع شده شده 31 مگه. خب الان هر کس شما این فایل رو هر جو کپی بکنید، طرف وقتی میاد روی فایل کلیک میکنه بازش میکنه، خب نگاه کنید من فایل باز میکنم، این تو فایل عکسه،
فقط فایل عکس داره به من نشون میده. پس اون به عبارت دیگه چیزی که پنهان کردم کجاست؟ میخواد ببینید کجاست؟ اوکی. کلیک راست. میگم open with WinRAR Archiver. چرا WinRAR Archiver؟ نه من گفتم نرم افزار WinRAR من نصب داره. شما ممکن هر نرم افزار دیگه ای نصب داشته باشید. با اون این کار انجام بدید. WinRAR Archiver. کلیک. نها کنید. باز میکنه. میگه بله. شما یک فایلی داخلش دارید به نام amusic.mp4. خوش رو مقایمش کردید. مطمئن میخواید بشید واقعا همون فایله؟ کلیک کنید. اوکی. پس این همون فایلی بود که من قرار شد پشت این عکس پنهانش کنم. شما واقعا اینو نگاه میکنید فکر میکنید یه عکسه. هیچ تصور دیگه ای نداره که ممکنه چیزی که پشتش قایم شده باشه، مگر اینکه از روی سایزش متوجه بشید و روشش رو بدونید چطور پشت این چیز قایم شده و بخواید اون رو مشاهده کنید. به همین سادگی. خب حالا اگر کسی نخواد حتی اطلاعات داخل درونش هم ببینه، شما میتونید همین عکس رو به صورت رمز شده در بیارید. من در جلسه دوم از همین آموزش رمزنگاری روش اینکریپت کردن یک فایل رو طریق کامند پرامپت توضیح دادم. تست کنید ببینید چجوری جواب میگیرید. اغلب زمانی که شما میخواید هر فایلی رو PDF تکست، MP3 فایل های موسیقی، فایل های ویدیویی، فایل های اکس، هر فایل رو میخواد داخل به عبارت دیگه یک عکس پنهانش کنه، یکی از روش هاش همینه که من خدمتتون الان توصیف دادم. امیدوارم این فایل ویدیویی مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.